خیلی از خانواده ها بلخص خانواده های مذهبی براشون مهمه که فرزندانشون ارتباطشون با مساجد حفظ بمونه، مثل همون دهه 60 که جوان ها خیلی رفت آمد داشتن توی مساجد، مثل دهه 70 چرا که نه. و باید ببینیم که آیا هنوزم میشه این کارو کرد یا نه، اصلا به سرش مهیا هست یا نه. مهمانم جناب آقای دکتر شاه‌آبادی اینجا هستن و من ازشون این سوالو میپرسم. بله، به نظرم مسجد الان همین الانش ظرفیت خوبی داره، ولی انگاری که نیاز به یه تلنگری هم داره. وقتی داریم در مورد مسجد حرف میزنیم، یه وقتی در مورد مسجد خوب داریم گفتگو میکنیم. مسجد خوب واقعا تجربه های خوب دارن همین الانش، یعنی چه تو تهران چه تو شهرستان ها ما تجربه نگاری های خوشگلی کردیم، واقعا لذت میبره آدم. یه مسجد میبینی، یه امام جماعت، یه مسجد و یه محله رو احیا کرده. ولی وقتی که داریم در مورد مسجد حرف میزنیم، در مورد 80,000 تا مسجد داریم صحبت میکنیم که تعداد مساجد تعطیلش و مساجد بی امام جماعتش و اینها طوریه که غم و غصه رو به چهره من و شما خواهد نشون. پس یه اتفاقی باید بیفته، یه شوک، یک انگیزه، یک عامل انگیزشی باید ایجاد بشه. خب اینا عوامل انگیزشی بعضی وقتا در قالب طرح‌های، مثلا طرح صالحین توی دهه اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 این انرژی رو ایجاد کرد، ولی خب چون قالبش طرح بود و حالا یه ویژگی‌هایی داشت، بالاخره یه نواقصی داشت، بالاخره مخالفینی هم داشت و کم رنگش کردن. اما همیشه ما حرفمون اینه، آقا شما وقتی یه دونه باری رو گذاشتید زمین، چه بار دیگه ای رو دارید برمی‌دارید؟ خب طرح صالحین کم رنگ شد، ولی الان توی این شرایط چرا مساجد یه بار دیگه نمیان یه یا علی بگن، یه طرح دیگه ای رو خودشون؟ بله، مسجد جای اختیار، جای انتخاب نوجوان، کودک، همه اینها باید اونی که دوست دارن و با تمام وجودشون مثل دهه 60 و مثل دهه 80 بیان وسط. ولی الان انگاری مساجد منتظرن، منتظر یه ایدن، منتظر یه طرحن، منتظر اینن که یکی بهشون بگه آقا بیاید، یه یا علی بگه بهشون. چیزی که از مثلا فرماندهان و اینا میشنویم که میگن آقا ما چرا تا الان قیام نمی کردیم، میگفتن آقا ما یه فرمانده مثل تو میخواییم. خیلی جاها ما خیلی از مساجد میبینیم که همه آمادن، مردم آمادن، خانواده آمادن، کودک نوجوان آمادن، ولی چون اون امام جماعت، چون اون فرمانده این مسجد هنوز پای کار نشده یا ایده نداره، انگاری که یه نگرانی های ترس های خستگی هایی داره، همه انگاری که وایستادن یه منتظر اون شوکن. اگه اون شوکه اتفاق بیفته یا اون عامل تهییج و انرژی بخشی اتفاق بیفته، به نظرم یه اتفاق قشنگی میفته. بعد الان توی شرایطی هستیم که بقیه هم اومدن برگاشون رو کردن، دوباره مسجد میتونه یه حرف جدیدی برای گفتن داشته باشه. این رو توی اون بخش نسبت رسانه و نوجوان و مسجد و اینها بهتر میتونیم داشته باشیم. آقای دکتر شاه‌آبادی، به نظرتون عوامل بیرونی باعث نشدن که مساجدمون دچار رخوت بشن؟ چرا؟ من اولا که بیرونی میدونم، ولی میگم این بیرونیه به جای اینکه تو همه چیز چجوریه، شما یه دونه ویروس به بدنتون وارد بشه، خدایی نکرده، بدن شما عکس العمل نشون میده. همین الان یه نفر به شما توهین بکنه، شما عکس العمل نشون میدید. ما به مسجد توهین کردیم، به مسجد ویروس وارد کردند، یعنی ما نکردیم، دشمن این کار رو کرده و بالاخره جریان بالاخره یک نهضت. آره، ولی مسجد سکوت اختیار نکردین، یه خورده چیز کرد. میگم اون لاک دفاع که گفتم همینه، هی انگاری که نگرانه که اون حداقلاشو از دست نده، در حالی که تربیت انقلابی به ما میگه آقا حداقلا رو ول کن، شما برو تو شکم حریف و اجازه نده اینقدر بهت نزدیک بشه. ما اجازه دادیم که رسانه ها اینقدر بیان توی خونه هامون، توی خانواده هامون، توی زندگی شخصی کودکان و نوجوانانمون، اجازه دادیم گروه های دوستی بیرون از مسجد شکل بگیره، اجازه دادیم محورهای تربیتیمون فاصله بگیره، تغییر بکنه. مسجد به خودش نیامد، انگاری که هی وایساد، انگاری که تو اون لاک دفاعی بود برای نگرانی اون حداقل های خودش. بعد وظیفه امام جماعت اخلو اهمیت داره دیگه، میشه ازشون گله کرد؟ نه دیگه، حالا به نظر تو میشه ازشون گله کرد؟ چون چند تا فیلم رو بررسی بکنیم، فیلم سینمایی که گذاشتن، چند تا سریالی که هممون دیدیم، حالا من به اسم اشاره نمی کنم، که چقدر تأثیر گذاشته اون ایده و خلاقیت امام جماعت برای مسجد یک روستای چند نفری که همه کاروبارشون، زندگیشون تو مسجد شکل بگیره، خواستگاری تو مسجد باشه، ازدواج تو مسجد باشه، سوال و جواب باشه، ابهامات برطرف بشه.
چرا امام جماعت های ما یه خورده؟ جالبه که اون فیلم ها برعکس فیلم های دیگه که از یه ایده ایجاد میشه، این اون فیلم ها بر اساس واقعیت عموماً. اصلا شما وقتی تجربه ها، یعنی میگن مستند هایی که در مورد این مساجد هست رو نگاه میکنی که مسجد چجوری به وسیله یک طلبه احیا شده، واقعا سینمایی ها میشه ازش ساخت و این واقعا توی بدنه طلبه و روحانیت وجود داره، اما انگاری که تبدیل به یک نهضت نشده. الان شما برید به یک طلبه مثلا جوان که تازه هنوز میخواد شروع کنه افقش رو بپرسید، امام جماعت شدن بعدش یک ارزش خیلی والا نیست، انگاری که یه چیز درجه دو داره بهش نگاه میکنه. و خب اون افرادی هم که با این نگاه وارد مسجد شدن دارن مسجد داری میکنند، چون نگاهشون درجه دوه، چون دوبار ضربه خوردن، ناامید شدن، یه خستگی هایی بهشون اومده، خب دیگه عملا چیز نمیکنه، انرژی نمیذارن برای این کار. میگه آقا لااقل بذار همین نماز مثلا سه نوبت هم دو نوبت هم، بعضی فقط یک نوبت نماز دارن، همین رو داشته باشم. حتی دوبار پاشده سخنرانی کنه بعد نماز مثلا یه احکامی بگه، دو نفر بهش ایراد گرفتن ناراحت شده، یه خورده فاصله گرفتیم از اون الگوهایی که یه پیغمبری پاشه از یه شهری بره یه شهر دیگه، فقط بله. یه نفر بهش یه مهربونی بکنه بگه بعد من کفایت میکنه، من کار خودم رو کردم، انگاری که ما یه خورده توقعمون رفته بالا.